시니 하나만 에이카도야 손목하네만 홀다 홀다 다 사고만 홀리원에도 나타내만 산타로서 시니 하네만 에이카도야 손목하네만 홀다 홀다 다 사고만 홀리원에도 나타내만 بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که اجازه دادید یک بار دیگه خدمت همه برسیم انشاءالله رحمان و با هم در این ضیافت گفتگو شرکت کنید و ما امیدواریم در آغوش گرم خانواده خودتون با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه در این ضیافت گفتگو شرکت کرده باشید انشاءالله رحمان. تلفن ما بازه، از این اول که شروع ما میکنیم به صحبت کردن تلفن باز هست، شماره 6202 753 99 33. هر وقت خواستید زنگ بزنید با کمال میل قدم رو چشم و ما به تلفن شما جواب میدیم. خواهش ما این هستش که صحبتی که دارید رو مختصر و مفید بفرمایید و هر چقدر وقت لازم دارید الحمدلله در اختیارتون میذاریم، ولی خب دیگه تکرار مکررات نباشه انشاءالله رحمان که بقیه شنوندگان محترم هم استفاده بکنن. ما همیشه میگیم ای مردم، ای افرادی که در روی کره خاکی در حال حاضر زندگی میکنید، ما همه با هم در یک زورق خودکفا نشستیم و به طرف یک نقطه‌ای داریم حرکت میکنیم. البته پیشبینی هایی هست، صحبت هایی هست که کهکشان شیری در حال حرکت هست در فضای که اصلا انتها نداره و در این کهکشان شیری این منظومه شمسی هفت است که به قدرت این ستاره‌ای که به نام خورشید هست قدرت داره و خودکفایی رو برای زمین ایجاد کرده و با حرارت خودش و با نورهایی که میتابه این زمین رشد میکنه، گیاهاش سبز میشن، گرما میده، همه این چیزها. و البته خب این مفصل اگر بخوایم شرح بدیم که چطوری هستش که این زمین دور خودش میچرخه با یک سرعت معین، تمام این مدت هایی که اومدن و حساب کردن سرعت این چرخش زمین به دور خودش کم نشده و حتی یک صدم ثانیه این ور اونور نشده، چه برسه که مثلا خسته بشه بگید که من بستمه نمیخوام به چرخم. اون موقع خب ببینید دیگه آفتاب اگر روی شما همش بتابه و شما سایه ای نداشته باشید، تمام گیاهان خشک میشن، همه شما از نور حرارت و اون خورشیدی که داره میتابه امکانن نتونید زندگی بکنید. و آیاتی در قرآن هم هست، ما اینو یه دفعه گفتیم به یکی از دوستامون که الله سبحانه و تعالی در قرآن میفرمان اگر ما سایه رو برای شما خلق نکرده بودیم. این خیلی جالبه ها، فکر کنید اگر سایه رو ما برای شما خلق نکرده بودیم،
از نور آفتاب به کجا پناه می بردی؟ یکی هم گفت خب کاری نداره، یک دین چتر درست می کردی. خب این چتر خودش اون سایه ای هستش که الله سبحانه و تعالی خلق کرده که بتونی این زیر اون سایه بمونی. به هر حال ما امیدواریم که در این چرخش زمان، در این چرخش، البته چرخش زمان گفتن ولی زمان نمیچرخه، فقط کره زمین داره خودش دور خودش میچرخه و بقیه کرات و منظومه های شمسی ما در کهکشان شیری و بقیه کهکشان ها که چندین میلیارد چیز شمردن چندین میلیارد هستن و همه اینها در حال حرکت هستند و ما امیدواریم این مدت زمانی که ما در این کره زمین هستیم و مقدار عمری که به ما داده شده امکاناً مثلا 100 سال باشه، 150 سال باشه، هر چقدر باشه، در این مدت زمان با خوشحالی تمام، با عشق و شوق به کارها و همه چیزی که در دور ورتون هست ادامه بدید و بیایید با هم دنیای بهتری بسازیم. بیایید بعضی حرفایی رو که بعضیا میزنن رو همینطوری قبول نکنیم، بریم دنبالش ببینیم که واقعا این حرفا چه چیزی داره یا نداره. و ما همه مخلوق یک خالق هستیم، هر کس برای یک منظوری خلق شده. انشالله ما اینو بتونیم بفهمیم و زیادم همچین مشکل نیستش وقتی که شما بتونید درک کنید که ماموریتتون چی هست و این ماموریتتون تا اونجایی که میتونید انجام بدید. خب البته همه ما کمبودهایی داریم و منم از شما که پنهان، من هم کمبودهایی دارم، انشالله که بتونیم این کمبودها رو با اتکا به نفس و بقیه از بین ببریم انشالله رحمه و کمتر بکنیم اثراتشو در زندگیمون. ولی خب روزهایی میشه که امکانا دلتون گرفته و ناراحت هستید و فلان، این یه چیز زود گذر هست، این چیز همیشه نمیمونه و این هستش که امیدواریم این اولین برنامه رو که ما در سال نو مسیحی داریم انجام میدیم، البته به مسیحی کاری نداره چون چینی ها هیچ کدومشون تعداد زیادیشون مسیحی نیستن، ولی خب این سال نو رو اینطوری میگیرم، ولی خب برای خودشون هم یه سال نو دیگه هم دارم. ولی این یک تقویم گریگوریان میگن، این یه تقویمی هستش که در اروپا یک آقایی به نام گریگوری مسیح که این رو درست کرده و مبدعش رو گذاشته روز تولد حضرت عیسی علیه السلام. و البته خب میدونید که حضرت عیسی روز در ماهای تابستان به دنیا آمدن، نه در ماهای زمستان. اونم باز یک مسئله دیگه. به هر حال سعی کنید حقیقت رو بتونید بیابید، چون در این روز و مکان جایی که هستیم حقیقت خیلی خیلی کمیاب شده، یا حقیقت هست ولی انقدر روش رو پوشوندن که به دست کسی نمیرسه. و منباب مثال همین تولد حضرت مسیح علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، که به زور میگن بله 25 دسامبر هست و فلان به ما و اینطوری کوله مردم سوار کردن. و ما اینو یک بار شرح دادیم که اونهایی که میتونید برید و تحقیق کنید 25 دسامبر یه ذره این ورش یه ذره اون ورش یک جشنهای دیگه هم هستش که یهودیا این جشن رو میگیرن و شمهایی هستش که روشن میکنن. و صحبت سر این هستش که یک زمانی بوده که در معبد یا اون جایی که عبادتگاه یهودیان بوده مقدار کمی سوخت بوده که این شمع رو روشن کنه و این شمع، البته اون زمان شمع نبوده، این چیزی بوده فتیله میذاشتن، این روغن بوده میرفته از مثلا چیز بالا میرفته و میسوخته و یه نوری میداده. اینا این رو برداشتن برای خودشون یک جشنی درست کردن، بعد دیدن این بار بیواد این مخارجی داره، چیکار کنیم چیکار نکنیم. گفتم خب حضرت مسیح هم با عمل علم میکنیم، به قول خودشون که میگن ما حضرت مسیح رو کشتیم، حالا میگن خب ما حضرت مسیح هم علمش میکنیم که ازش پول در بیاریم. و این کریسمس و این حرفا و سال نو همه اینها از اونجا اومده و اینها باز دوباره یک بار دیگه بر تمام خلقت نشون میدن که یک
یک حرکتی در خلاف حقیقت هستند و الله سبحانه و تعالی قول داده که این قوم رو بهشون سه بار وعده داده، دو بار انجام شده، وعده آخر مونده و خود یهودی ها میدونن، در کتاب هاشون هم هست که موقعی میرسه که این افراد به قدرت خیلی خیلی بزرگی میرسن، چنان قدرت دارن که این قدرت رو اگر در راه الله سبحانه و تعالی مصرف بکنن رفاهی خواهند داشت، اگر نکنن اون بار سوم انجام خواهد شد. و ما امیدواریم که هر چیزی که الله در نقشه داره همون انجام بشه و به خاتمه خوش برای همه باشه انشاءالله رحمه. بعد همه حرفا رو زدیم، گفتیم که بله بیایید با هم دنیای بهتری بسازیم. خب دنیای بهتر برای یکی یه چیز هست، برای یکی یه چیز دیگری هست. و در اخبار مثلا نشون میدادن در یکی از این جاهایی که مثل باغ وحش باز هست، یک پلنگی هست اونجا، یه دونه بوز هم رفته بود تو، آره این بوزه چطوری رفته اونجا با این پلنگه با هم بازی میکنن، پلنگه هم با هم یکم گرسنش باشه به بوزه نگاه چپ نمی کنه که مثلا بره اینو بخورتش. و ما نمیدونیم واقعا این حقیقت داره یا نه. خب بعضی چیزهایی که انسان میبینه خب بالاخره یه ساختنش خیلی مشکله که بوز با این پلنگ خیلی جدی با هم بازی میکنن، یعنی بازی که بوزه مثلا کلش رو اینطور میکنه که بدوی به طرف پلنگه، پلنگه مثلا با دستش اینطوری میکنه، بعد که وقتی میخواد میخوابن این بوزه رفته بغل دست پلنگه خوابیده. و این چیزها یعنی چی؟ الله سبحانه و تعالی حتی این هم دارن نشون میدن، پلنگی که خویش دریدن هست وقتی گرسنه‌اش برای احتیاج خودش باید بدره چیز رو بخوره، با همین در ته دل این پلنگ هم یک الفت و احساس هست که این بوزی که اومده دور و برش باش داره بازی میکنه و هیچ نیت بدی به این نداره، خب این هم نسبت به اون یه حالت بهتری پیدا میکنه و با هم دیگه همزیستی میکنن. و این هستش که ما همیشه میگیم که بیایید با هم دنیای بهتری بسازیم با امید و آرزوی روزهای بهتر. این عملی خواهد بود و در مقابل اون افراد یا اشخاصی هستن کارهایی دارن میکنن که تمام دنیا رو به طرف یک بحران خیلی شدیدی ببرن. و اگر این بحران شدید در خاص الله سبحانه و تعالی است، هیچ کس جلوش رو نمیتونه بگیره. اگر این بحران ها در خاص الله سبحانه و تعالی نباشه، به هیچ وجه هیچ کس نمیتونه این رو جلوشو بگیره یا عمل بکنه یا جلوشو بگیره یا بذاره انجام بشه. هیچ کس نمیدونه جز الله سبحانه و تعالی. اگر باید بشه میشه، اگر نباید نشه نمیشه. و این کلام قرآن مجید هست که در اونجا الله سبحانه و تعالی میفرمان هر کاری که بخوام بکنم میکنم، هیچ کس جلوشو نمیتونه بگیره، اگر نخوام بکنم هیچ کس قادر نیست که بتونه همچین کاری رو انجام بده. و با این صحبت میرسیم به آخرین اتفاقاتی که در اون منطقه زادگاه ما داره انجام میشه. یک شخصی که در راه دین تدریس میکرده و علمی داشته و اطلاعاتی داشته در یکی از این مناطق مسلمان نشین عربستان بوده. البته خب در عربستان تقسیم میشن، اونهایی که از معاویه دارن تبعیت میکنن یا اونهایی که از حضرت علی علیه السلام دارن تبعیت میکنن در راستای قرآن، در راستای اطلاعات و تعالیم حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. یه شخصی اونجا بوده و این شخص رو دو سال پیش بسی که گرفتن، سه سال پیش گرفتن، محاکمه کردن، فلان کردن، بهمان کردن. بعد در این چند روز گذشته مثل که ایشون رو اعدام کردن. حالا اعدام ایشون با تعداد زیادی افراد دیگه بود، 42 نفر مثل یه جا اینا اعدام کردن. و اون افرادی که اعدام شدن با این شخص
مثلا امکانا کارهای خلافی داشتن، تبهکار بودن فلان، اینا قاطی اون استغفر الله و تو بله همه رو قاطی کردن که بگم بله اینم جز اونا بوده دیگه. ببینید اینا قاتل ما اعدام کردیم، بیرم بقل دست اونم اعدام کرد. و میگم دیگه نیات این افراد انقدر پرید و انقدر بد هست که آدم دلش یه ذره اینطوری میشه، ولی خب با امید اینکه روزهای بهتری در پیش هست این دستاندازها توی جاده هموار خواهد شد انشاءالله رحمان. بعد این شخص هم که اعدام کردن، حالا در عربستان ما نمیدونیم اعدام اونجا در چه راستایی هست، آیا حلق‌آویز میکنن، آیا سنگسار میکنن، آیا سرشون رو میبرن، آیا بهشون قرص سم میدن که بمیرن، یا بهشون تزریق میکنن. خب میدونید در بعضی جاهای این چیزا هست، در امریکا هم از برق استفاده میکنن اینا در اعدام هاشون، هم از گاز استفاده میکنن، و این اواخر هم یه آمپول هایی هستش که توش موادی هستش که تزریق میکنن و این گناهکار یا هر کسی که محکوم شده اونجا چیز میشه، از بین میره. این عمل عربستان یک عمل کاملا 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 غیر ضروری بوده، مخصوصا این کارا رو دارن میکنن. چرا این کارا رو میکنن؟ اونجا اون وقت بحث زیاد هست که یه عده اومدن یک مملکتی رو غصب کردن، یک جایی که مال فلسطین هست، اومدن یه عده اونجا رو غصب کردن، غاصبین سرزمین های فلسطین، برای اینکه نفسی راحت بکشن دارن مردم رو به جون هم میندازن. و این صحبت ها همون صحبت هاست که الله سبحانه و تعالی میفرمان که نکنید، این کارا صحیح نیست. ولی خب یه دگوش میکنن یه دگوش نمیکنن، ولی مشیت الهی هرچی بخواد باشه همون خواهد شد. حالا من هرچی اینجا بشه هرچی بگم بی خود گفتم. این هستش که انشاءالله رحمان، انشاءالله رحمان وقتی که تمام اتفاقات میفته، شما به شخصه، هر شخص بتونه حق رو از باطل تشخیص بده و در جهت حق حرکت بکنه، و این یک کاری هستش که هر انسان باید در این راه رهبرد باشه که بتونه حق رو بتونه تشخیص بده و در اون جهت حرکت بکنه. چرا؟ حق بر باطل پیروز است و نور بر ظلمت. اگر شما توی اتاقی هستی که خیلی تاریک هست، به مجردی که چراغ روشن میکنید همه اون ظلمت از بین میره کلا. پس بنابراین ما امیدواریم که آینده خیلی روشن و بهتری برای تمام مردم دنیا باشه، از این دستاندازها رد بشن و حق به حقدار برسه. ولی خب به نظر میرسه که این حرکتی که عربستان کرده، حالا به دستور کی کرده، چون عربستان که از خودش چیزی نداره، یعنی اراده از خودشون ندارن، اینا دستور میاد این کارو بکنید اون کارو بکنید، و اینها هم همین کارا رو دارن میکنن. و ما امیدواریم که هر چی هست در مقابل اون، هر شخص مثل من و شما بتونیم اون وظیفه‌ای که داریم رو انجام بدیم، و اون تشخیص دادن حق هست و ما میدونیم که حق بر باطل پیروز میشه. هفته گذشته ما صحبت‌های اینجا کردیم راجع به جنگی که عراق به ایران تحمیل کرده بود، و اون زمان تمام مردم ایران برپا خواستن با چنگ و دندان، با بیل و کلنگ، با نیزه و تبر یا هر چی به دستشون بود اومدن و این صدام حسین رو بیرون کردن و ارتش عراق رو بیرون کردن، از کارون رد شدن به اون طرف به جزیره فاب و جزیره مجنون. یه لغتی که من اون روز هی سعی می‌کردم یادم بیاد جزیره مجنون بوده، و از اونجا رد شدن و همه رسیدن به جاده بصره. و در این زمان بوده که دستور اومده که همه برید و فلان کنید و بهمان کنید، بر جام زهری رو آقای رفسنجانی یا هر کسی که اونجا بوده داده دست حضرت امام خمینی و بقیه داستان رو میدونید. یه دوستی داریم به ما زنگ زد گفت آقا
اسم مردم رو نیار، عملشون رو بگو، فلان بکن. من بودم چشم، بالاخره خوب خیانت به ملت، خیانت به مملکت، خیانت به برادر و خواهر، خب این خیلی جرم بزرگی هست. چطور امکان داره یک همچین خیانت هایی بشه و این اشخاصی که این خیانت ها رو دارن انجام میدن با پر روی کامل بیان باز خیانت های بزرگتری انجام بدن، باز بیان بیشتر این تیشه به ریشه ملت ایران بزنن که بلکه یک روز اینجا مثلا دیگه پاشیده بشه، تیکه تیکه بشه. خب برید تاریخ ایران رو ببینید، برید تمام جغرافیای ایران رو ببینید، تمام این حاشیه خلیج فارس اون طرفش که ایران هست، این طرفش هم مال ایران بوده، تمام این طرف میچرخیده تا اون تعمیر رفت عمان و یمن و میچرخیده همه اون طرف ها. حالا کی اومده، چی اومده، چرا این کار کردن، خب ما که اطلاع نداریم. تنها چیزی که ما میدونیم زمان شاه گذشته بحرین رو که یکی از اون موقع 14 تا استان داشتیم، 12 تا استان داشتیم، بحرین یه استان مستقل بود، اومدن انگلیس ها یا آمریکایی یا هر کی بودن به شاه زور آوردن که آقا بیا شما اینجا رو بده، ما به شما چند تا جزیره میدیم که از لحاظ سوق جیسی خیلی بهتر هست، یعنی از لحاظ موقعیت سیاسی و جغرافیایی خیلی بهتر، درست در دهنه خلیج فارس و شما میتونید یه توپ بذارید اونجا و خلیج فارس رو از طریق تنگه هرمز بتونید کنترل بکنید. و در تمام مجلس فقط یک نفر بوده یا دو نفر بودن که اعتراض کردن و سخنرانی کردن و امضا نکردن یک همچین قراردادی رو که بحرین رو بدن به یکی، بدن بحرین رو بکنن. همه اونجا اهل ایران بودن، ایرانی بودن، همه فارسی حرف میزدن، عربی حرف میزدن. به هر حال اون رو اطلاع داریم که آخرین تیکهی که از ایران جدا شد بحرین بوده و بحرین هم تیکه بزرگیه، نگاه بکنی ببینید اون بحرین در خلیج فارس درست جایی هستش که عمق خلیج فارس در اونجا، عمق آب در اون دریا خیلی عمیق هست که کشتی های خیلی سنگین وزن و اونهایی که کشتی هایی هست که مثلا ممکنه 100 متر 200 متر ببخشید 100 متر نه مثلا 40 متر 50 متر توی آب باید بره، اونجا میتونن بیان چون اونجا عمیقه، یعنی بندری هستش که عمق زیاد داره، جای دیگه اونطوری نیست. یه ذره این ورتر بیایید اون امارات، اونجایی که اومدن از شن دریا و از شن خاک و سنگ جای دیگه اومدن برای خودشون جزیره درست کردن مثل نخل و توش ساختمون ساختن، فلان کردن، بهمان کردن. اونجا عمیق نیست، یعنی عمق خلیج فارس یه تیکش که از تنگه هرمز دارید رد میشید، یه تیکه زیادش طرف ایران هست که تمام کشتی هایی که رد میشن از آبهای ایران دارن رد میشن، آب بین المللی نیست اونجا، اونجا مال ایرانه. و هر کشتی هم که میخواد رد بشه اگر نمیدونید اینو بدونید، قبلا از نیروی دریایی ایران اجازه میگیره که میخواییم ما وارد خلیج فارس بشیم، اجازه میدید؟ ایران هم میگه بله بفرمایید. میتونه بگه نه خیر نفرمایید، ولی تا حالا نگفته. در ضمن وقتی هم میخوان خارج بشن همینطور اجازه میگیرن که خارج بشن. بعد دوستی داریم آقای میناسیان، ما هفته پیش که راجع به همین جاده بصره صحبت میکردیم، ما از همه خواهش کردیم اونهایی که بودید در صحنه حاضر بودید، اونهایی که اطلاعات دارید به ما یه تلفنی یا از طریق همین رسانه ها به ما اطلاع بدید. ایشون با کمال محبت برای ما یک چیز فرستادن، اطلاعاتی فرستادن که من اجازه میخوام اینو بخونم براتون، و چون به حروف انگلیسی هست ولی فارسی نوشته شده، مثلا فارسی فارسی هم چیزایی این هستش که اجازه بدید من اینو براتون بخونم و ببینید که بله. آخ کجا رفتم من یارا، گم شد، نه نشد، آخ بالاتره ببخشید. بله بعضی وقت ما گیج میشیم خدایی کجا رفت، این راهشش پیدا کردم. بله
آقای میناسیان این اطلاعات رو بر ما فرستادن و اینطوری شروع میشه. این هم 6 روز پیش فرستادن، یعنی بعد از اینکه هفته پیش ما این برنامه رو داشتیم و با شما راجع به جنگ تحمیلی عراق به ایران صحبت میکردیم که چطور تمام مردم ایران بسیج شدند و با شجاعت تمام با خودگذشتگی از میهن خودشون دفاع کردند و یه عده از داخل حالا بنا به چه دلایلی الله سبحانه و تعالی از اعمالشون آگاه هست و به ما دوست عزیزی گفتن که اسم نبرید، ما اسم نمیبریم، بدون که اسم ببریم خب همه تون میدونیم ما راجع به کی داریم صحبت میکنیم. یا الله، بله ایشون میفرماید سلام. علیک سلام آقای اجلالی، تشکر. میگه من در جنگ بودم در جزیره مجنون و خوزستان و من با یک عده از نظامیا تا اتوبان که به بصره منتهی میشد پیش رفتیم. خوب توجه کنید، یه اتوبان بزرگ هست اونجا، عکساش هست، فیلماش هم هست، بعد وقتی بتونید برید ببینید یه اتوبان عظیمی هست، چند لین میره چند لین بر میگرده، بین کویت و بصره اینو ساخته بودن. بعد ایشون میفرماین که ما با نظامیایی که بودیم، با افرادی که بودیم، تا لب اون جاده رسیدیم. حالا بقیهش رو گوش کنیم و چیزی که گفتیم. حالا ایشون میگه من بودم اونجا، با چشم خود، با حضور خود حس کردم و دیدم. ایشون این حرف رو میزنن. بله ایشون گفتن تا اتوبان که به بصره منتهی میشد پیش رفتیم و شبانه به ما دستور برگشت دادن. بفرمایید. اینا همه خودشون رو رسیدن اونجا، یه دور بزنید دست راست بپیچی بصره است اون بالا. اون موقع به همه گفتن که برگردید و این چیزی بود که ما هفته پیش میگفتیم. آقای کی بوده یه همچی دستوری داده؟ اون موقع چه کسی میتونسته همچی دستوری بده که برگردید؟ و دلایلش چی بوده؟ اونهایی که این کار رو کردن باید جواب بدن انشاءالله. بله موقعیت یک ذره در هم برهم، عربستان در ایران مثل که سفارتشون رو بستن، البته قبلا همه رو بردن بیرون. ببینید وقتی یک کارای انجام میشه بدونید اونهایی که حیله گرن، مثلا من میخوام یکی تو گوش شما بزنم، خب شما خبر ندارید، خب اتومبیلم آماده کردم، سرش هم اینوری کردم، بغل دست پای زدم، یه چک به گوشش رو بزنم، پریدم تو اتومبیل رو در رفتم. خب اینو بگیریم این یارو قصد محسن اینه، این میخواسته تو گوش این شخص بزنه، همه چیزی هم آماده کرده بود که بزنه و دره. وقتی که سفارت عربستان در تهران در مقابل انزجار مردم، حالا چی و کی و این حرفا، مورد تهاجم مردم قرار میگیره، هیچ کس توش نبوده. اینا از کجا رفتن؟ چطوری در رفتن که کسی نبوده اون تو؟ خوب گوش کنین. در حال حاضر به جایی رسیده همه چیز که حتی با چشم خودتونم که ببینین نمیتونین اطمینان بکنین درست یا غلطه. بعد که اینجا رو تهاجم شده، البته دولت ایران به شدت این رو محکوم کرده که نباید این کار رو میکردن، ولی خب اونجا آتیش گرفته و فلان شده به ما شد و بعدم که عربستان اون چیزش رو قطع کرده، اون
ارتباط سیاسیشو با ایران قطع کرده و سفارتخونهش رو تعطیل کرده. اینو قبلا کرده بودیم. بی انصافا میگید اینطوری شده. قضیه اینطوری هست. یک جایی هستش که وقتی که سال مسیحی اومد، یک برج بزرگی هست به نام خلیفه، حالا ما نمیریم تو امارات در قطر کجای اون منطقه هستش، دبی هست، بالاخره اون طرف هاستی که بغل دست اینجاب دو تا آسمون خراش خیلی تازه و خیلی خوب و این حرفا بوده. هنوز با اطلاعاتمون اینقدر قوی نیست که دقیقا بگیم چی شده، همینقدر میدونیم که دیدیم آتیش گرفته اونجا. برج خلیفه این طرف داره آتیش بازی میکنه، داره تبریک میگه به مردم مسیحی دنیا. در کجا؟ در خاک اسلام داره این کار میکنه. بغل دستش هم دو تا آسمون خراشه که آتیش گرفته. حالا از همه جالبتر، آسمون خراش وقتی آتیش میگیره خیلی مشکل هستش که بتونید افرادی که توش زندگی میکنن اینها رو شما بتونید نجات بدید. حالا یا ما غلط شنیدیم یا غلط گفتن یا هرچی بوده. میگن 40 نفر فقط زخمی شدن، بقیه بخشی شدن تو آتیش سوختن یا اصلا کسی اون تو نبوده. یه دیده میگن که نه خیلی اینجا خیلی پر بوده فلان، و اگه پر بوده کجا رفتن اونا؟ اونم اون شبی که دارن اون شبی که باید مثلا همه جشن گرفتن، یه نفر یکی اگر خونش اونجا هست 100 نفر هم دعوت کرده خونش که بیایی جشن بگیریم، اینجا کجا رفتن همه؟ یا خالی بوده یا پر بوده؟ کدوم شما بتونیم باور کنیم؟ کدومشو بتونیم قبول بکنیم؟ درست در جایی که مکه و مدینه در حدود مثلا 400 کیلومتر اونورتره، اینها دارن جشن میگیرن برای تولد حضرت مسیح، ولی برای تولد حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یه دونه پیاز خورد نمی کنن، یک دونه تره خورد نمی کنن. برای تولد حضرت عیسی علیه السلام برج خلیفه در سرزمین های اسلام در نزدیکی مدینه و مکه تولد حضرت مسیح علیه السلام رو جشن می گیرن و دو تا ساختمون بلند که آسمون خراش میگیم آتیش میگیره. میگن پر از جمعیت بوده، بعد میگن فقط 30 نفر دماغشون خون اومده، ولی همین عرب ها، اینا عرب هست در عربستان، اینا عرب هست. اونی که در سودان زندگی میکنه عرب نیست، اونی که در سومال زندگی میکنه عرب نیست، اونی که در مصر زندگی میکنه عرب نیست. اینا عربی صحبت میکنن، اونم با لهجه های مختلفشون. یا بر مراکش هم فکر کنید، تونس، مراکش، الجزایر، لیبی، چاد، تمام اونجاهایی که اینا میگن ما عرب هستیم، اینا هیچ کدوم عرب نیستن. اینا زبان عربی حرف میزنن، اونم عربی هایی که محلی شده صحبت دارن میکنن. این یکی هایی که در دبی هستن یا در قطر هستن یا در امارات هستن، اینا عرب هستن، در عربستان هستن. این عرب ها اومدن چیکار کردن؟ جشن میگیرن تولد حضرت عیسی علیه السلام، ولی یک دونه سبزی برای تولد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خورد نمی کنن. بعدم میگن این بدعه هست، یعنی این یه چیزی که از خودتون در آوردید و این حرامه.
خوب توجه کردید. چرا در یک بلاد اسلام، چرا در یک جایی که در شبه جزیره عربستان هست، جایی هستش که الله سبحانه و تعالی، جایی به نام کعبه هست، جایی هست به نام مدینه، چطور امکان داره این عرب ها در این سرزمین ها بیاین قمارخانه درست بکنن، مراکز عیش و طرب غیر قانونی درست بکنن که از تمام دنیا اونهایی که عادت خیلی مزخرف دارن بیان اونجا و این عادت خودشون رو عمل کنن، انجام بدن. بعد در مقابلش چی میشه؟ دو تا برجی که بغل دست اون برج خلیفه هست، درست در همون زمان که داره آتش بازی داره میکنه برای جلب توجه مسیحی ها، یا اصلا اونهایی که اصلا هیچ دین و ایمانی ندارن، وقت اونها آتش میگیره. پس صحبت برمیگرده به اینجا که وقتی که عربستان میاد یک کسی رو که دین اسلام رو داره درس میده در منطقه مملکت خودش در عربستان، این شخص از کره مریخ نیومده، اونجا به دنیا اومده، اونجا داشته تدریس میکرده، اینو گرفتن بردن، دو سال در زندان بوده، فلان بوده، در حکم دادن فلان، بعد اینو حالا گفتم میگه ما نمیریم، اینو سرشو بریدن، حلق‌آویزش کردن، با تیر زدن، از اون بالا انداختن پایین که بمیره، اینا رو نمیدونیم ما، ولی این کار انجام شده و موج نفرت و موج خشم مسلمان های دنیا از یه نقطه به یه نقطه، برید ببینید دیگه، از آفریقا هست تا دیوارهای چین، همه اعتراض کردن و ارباب بزرگ هم مثل این که فعلا خاموش هست تا بعد ببینیم صداش کی در میاد. ولی این عملیات، این حرکات یک قطره دیگه به اون کاسه صبر ریخته. این کاسه صبر به مجردی که لبریز بشه دیگه جلوشو نمیتونید بگیرید، به هیچ وجه نمیتونید بگیرید. 1.8 میلیارد جمعیت دنیا مسلمونن، بین اینها یه تعداد خیلی کم وهابی هستند و این وهابی ها هستن که تمام این فجایع رو دارن به بار میارن، و یکی از این افرادی هم که جزو افراد دیندار و معلم دین هست و قیافه نسبتاً چیزی هم داشت، در قیافش هم نگاه بکنید میبینید که این از لحاظ ظاهر چطوری هست، اون هم خوشحالی میکرد که بله خوب شده که این شخص رو اعدام کردن و باید همینطور هم باشه، یعنی اینها رو باید همه رو از بین برد. خب عرب، اون بغل دست برج خلیفه آتش بازی داره در میاره روز تولد حضرت مسیح علیه السلام، اون کارش درسته به نظر شما نه؟ یعنی ببینید اینها چقدر از حقایق دور هستند، چقدر در اون عمق جهالت خودشون فرو رفتن در اون لجن که راهی برای فرار براشون نخواهد بود، و ما امیدواریم اینها بتونن به خود بیان و امیدواریم که بتونن یه مقدار از اشتباهات خودشون رو بتونن ترمیم بکنن. بله ببخشید، همه
بله. این شخصی که اعدام شد در عربستان، اسمشون آیت الله نمر هست و یه عکسی هم از ایشون نشون میدن که دارن صحبت میکنن. و جالب اینجا هست، باز دوباره ببینید خیلی چیزها رو باید توجه بکنید. یه چیزهای کوچولوی ویدیو میگیم، کلیپ میگیم، یه تیکه‌های کوچولوی کلیپ، یعنی از اینجا تا اینجا بریدن نشون میدن، این یه تیکه رو نشون میدن. در این رسانه‌های آمریکا سرعت این چیز رو برده بودن بالا، یعنی من که اینطور دارم حرف میزنم یکی اینطوری شده بود، سرعتش رو ببرید بالا. و سرعتش رو که میبرید بالا نشون میدین، خب من دارم آروم حرف میزنم، سرعتش رو ببرید بالا اینطوری. دو تا تیکه اینطوری نشون دادن از این شخصی که شهید شده به دست این عرب‌های عربستان. حتی اون چیزی که حقیقت هست یه پیچش میکنن اینطوری اینطوری در میاد. بعد منی که نگاه میکردم گفتم ای آقا قیافش خیلی اصلا اینطوری حرف میزنه، این نکنه یه اشکالی داشته باشه. بعد فهمیدیم نه خیلی قضیه این هست. هر روز شما با شیطان روبرو هستید. دین و ایمان خودتون رو قوی بکنی، به هر چیزی که ایمان دارید، به هر دینی که هستید، اگر به دین مسیح هستید، اگر به دین موسی هستید، اگر به دین اسلام هستید، هر دینی که دارید، به دین زردشت هستید، اونهایی که پیام آوردن از طرف الله سبحانه و تعالی و میدونید این پیام ها پیام های صحیحی بود، نه که یکی از خودش بلند شه شب زیاد خورده خواب ببینه صبح بلند شه بگه من اینو یا من اون، نه. پیام ها رو دریافت بکنید، این موقعیت ها هست، اینها هستش که به شما یک حل میده که بتونید خودتون رو واقعا بتونید حفظ بکنید در مقابل تمام این چیزهایی که دور و برتون داره اتفاق میفته و بتونید در راستایی که انشالله باید برید بیفتید در اون راستا و با اون هدف خودتون که ملاقات دوباره با حضرت حق یا با الله سبحانه و تعالی هست در اون راستا بیفتید انشالله. هرکت بله این رو براتون میخونم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه، با وجود این که لایحه اتهام های شهید شیخ نمر باقر نمر ارائه شد توسط آل سعود طولانی بود، اما جرم اصلی او که در سند حکم اعدامش قرار گرفت اطاعت و بیعت نکردن با ولی امر المسلمین در پادشاهی سعودی بوده. اگر این درست باشه پس واویلا، که به این گفتن که آقا ما پادشاهیم، تو هم باید بیای جلو ما تعظیم بکنیم، همون صحبتی که معاویه کرد، همون صحبتی که معاویه کرد و حضرت امام حسن برای حفظ وحدت مسلمین زیر بار اون قرار رفتن و معاویه نشون داد که فردی نیستش که بتونه اون حرفی رو که میزنه پای حرفش بیسته و با دادن جام زهر یا هرچی بود به حضرت امام حسن ایشون رو مسموم کردن و فوت کردن و رفتن سراغ حضرت حسین. امام حسین هم گفتن نه، ما میشناسیم شما کی هستید، آقای معاویه، مادر شما همون بود که جیگر حمزه رو خورد، مادر شما
اسم جگرخوار، لقب جگرخوار، هند جگرخوار داشت. و پدر معاویه هم از طایفه بود که زیاد اسم خوشی نداشت. همه اینا به کنار، بگیم همه اینا غلط، بیاید عمل رو نگاه بکنیم. بعد از حضرت محمد 4 نفر اومدن به عنوان خلیفه مسلمین: ابوبکر، عمر، عثمان و علی. بعد از این 4 نفر معاویه اومد. حضرت امام حسن رو اونطوری با زهر کشت. حضرت امام حسین رو در صحنه کربلا شهید کرد. و ایشون چیکار کرد؟ گفت آقا جون، اصلا خلیفه بی خلیفه، من میام خودم رو پادشاه اعلان میکنم و هر کسی بعد از من پسرم باشه، بعد نوم باشه، نتیجم باشه، نتیجم باشه، نتیجم باشه، اینها همه چی خواهند بود؟ اینها خلیفه خواهند بود. همه پادشاه هم، همه خلیفه. خوب یادتون باشه ما 1400 سال پیش رو میگیریم. 1400 سال پیش فقط پادشاه میتونست قصر داشته باشه. قصرم چی بود؟ قصرم یه جایی بودش که به زور مردم اومدن ساختن برای یه نفر. بعد برای اینکه یه نفر توش زندگی کنه، خب باید بادش بزنن، براش این کارو بکنن، اون کارو بکنن، فلان اینا. یعنی چی؟ کاملا 180 درجه دور از اسلام. اسلام یعنی کسی که خودشو از همه بدونه، فکر نکنه من با اون جدا هستم، من یه کسی دیگه هستم، من یه چیزی دیگه هستم که من میتونم مثلا قصر داشته باشم، تاج و تخت داشته باشم، همه بیان تعظیم بکنن، همه بکنن. چرا؟ دین اسلام برادری و برابریه. الله سبحانه و تعالی در قرآن میفرمه من به شما روزی میدم، روزیتون رو مصرف کنید، چیزی اضافه شد بدید. بعد معاویه میاد برای خودش تاج و تخت درست میکنه. همین سعودیا، همین افرادی که اسم خانوادهشون سعودی بوده و یک مملکت رو به اسم خودشون گذاشتن، عربستان قبلا اسمش حجاز بوده، اینا اومدن گفتن نه، ما اسمش میدونیم سعودی، یعنی مال ماست دیگه، مالکیتش رو به خودشون گرفتن. اینها همه تابعیت میکنن، تبعیت میکنن از معاویه. و معاویه چیکار کرد؟ بزرگترین ضربه رو به دین اسلام زد. که بله، تجملات جایز است. همین الان تو ایران هم یه عده از این کارو دارن میکنن. یه عده‌ای که دستشون به دهنشون نمیرسه تا دیروز پریروزا، حالا نمیدونن با این پولایی که گیرشون اومده چیکار کنن، و شروع کردن با کارهایی که کاملا کاملا دور از عدل و عدالته انجام دارن میدن. چرا باید یک اولاد یکی از این افراد بیاد یک مخارجی تحمیل بکنه که این مخارج میتونه یک جایی رو درست کنه که 10 نفر توش کار بکنن، از این 10 نفر چیزی تولید بشه و این 10 نفر خانواده هاشون از این بهره مند بشن و زندگی ساده ای داشته باشن؟ هیچ کس نمیگه که تمام ایرانی ها سوار هواپیما بشن برن ساردیز فرانسه نهار بخورن و برگردن. ما همچین حرفایی نمیزنیم. هیچ کس نمیخواد شما برید برای اون برجی که تو تهران ساختن بستنی طلایی بخورین. این کارا مال چی هست؟ بله، این شخص هم به علت این که گفته بله جرم اصلی او در صدر حکم اعدامش قرار گرفت، اطلاعات اطاعت
و بیعت نکردن با ولی امر مسلمین. بله این عربا که در عربستان هستن خود رو خادمین حرمین میدونن و بهشون هم اگه بگید مثلا شما پادشاه هستید میگه نه من خادم حرمین هستم، که اینجا هم همین حرف زدیم ولی امر مسلمین کجا رفت؟ بیعت نکردن با ولی امر مسلمین بوده. روزنامه لبنانی الاخبار نوشت پیام این اتهام به همه شهروندان سعودی این است که اگر حاضر نباشید با آل سعود بیعت کنید در مقابل آن زانو بزنید اعدام در انتظارتان هست. ولی این کاملا این حرف رو داره میزنه، غافل از این که اینها پدر بزرگ همه اینها تقریبا 80 سال پیش 90 سال پیش اومده رو صحنه با زد و بندی که کرده با انگلیس ها بعد با آمریکایی ها، اینا زد و بند کردن و حالا آمریکایی ها هر چند یه بار وقتی که یک مجموعه ای از پول یه جایی جمع میشه اینا این پول رو مال خودشون میدونن. البته خب اینو بارها ما گفتیم که صنایع نفت اون منطقه در زمان قاجارها پیدا شد و شخصی به نام ویلیام ناکس دارسی بود که اومد و با پادشاه قاجار یادم نمیاد کدوم یکیشون بود معاهده بست که 50,000 تومان بده و اونجا حفاری بکنه و پادشاه قاجار اون زمان گفت برید ببینید اینجایی که این اجنبی هم بهشون اومده میخواد حفاری کنه اونجا چی هست. حالا یه عده یا رفتن یا نرفتن، برای اینکه اون موقع یه عده خیلی تنبل بودن اومده گفتن قبل یالم اونجا فقط مار و ملخ و سنگ چیز شنه و انقدر گرمه که یه جنبده توش نیست. بعد ایشون مثل یه گفته پول اون حرومزاده رو بگیرید 50,000 تومان رو بیارید و اون 50,000 تومان همون و واگذاری تمام صنایع نفت ایران به دولت انگلیس همان و این کشمکش از اون موقع تا وقت مصدق که مصدق تونست در دادگاه بین المللی لاهه محکوم کنه انگلیس ها رو که شما حق خرید این قرارداد نداشتید، یعنی دولت ایران قرارداد رو به یه شخص داده بود و اون شخص حق انتقال نداشت و اگرم انتقال داده غیر قانونی بوده پس بزنیم بریم که همه رو بیرون کرد. ولی از اونجایی که دهی هستن در ایران اون موقع بودن حالا هستن نگیم که نیستن و نوکری رو بر آقایی همیشه اونها چیز دادن اهمیت دادن اومدن و یه آقایی بوده بودن فروغی بودن کسای دیگه بودن اونجا. خلاصه تمام اینا تاریخ جدیده دید. تاریخ ما عهد معاصره. بعد هر ایرانی که زادگاهش ایران هست، هر ایرانی که علاقمند به محل تولد خودش داره و میتونه به افراد دیگه هم اطلاعاتو بده، به مردم این اطلاعاتو بدید چون خیلی ها نمیدونن. خود منی که اینجا نشستم نمیدونستم که در سالهای 1917 تا 1919 در ایران یک قحطی ایجاد کردن که نصف مملکت رو مردم مملکت ایران رو کشتن از قحطی، از گرسنگی. تا حالا گرسنه‌تون بوده که ببین چه حالی هستی بعد بتونید بمیرید از گرسنگی؟ نه تو تلویزیون نشون دادن، نه قیافه های اینطوریشون رو نشون دادن، نه صدایی در اومد، نه هیچی. انگلیس هم در رأسش بودن، نه اجازه میدادن قله بیاد، نه اجازه میدادن اون که کاشته به مردم بفروشه، همه رو انحصار میکردن. برید اطلاع پیدا بکنید، برید بدونید برای از بین بردن یک تمدن 4,000 سال، 5,000 سال، 7,000 سال، 10,000، 15,000 سال از تمام حربه‌ها استفاده میکنه که مردمشو
خونسا بکنه. شما که گرسنه هستید جلو چشمتون میبینید بچهتون مرد، نون نداشت بخوره، نون خالی تازم داشت نمیتونید دیگه بجوه قورت بده. وقتی اون مرد میبینید شما هم داری میمیری، یارو میگه ها سرتو بیار پایین تعظیم بکن به من، اینم یه ذره نون بهت میدم. از اون موقع تا انقلاب جمهوری اسلامی ایران مردم تو اون حال بودن، بعد در جمهوری اسلامی ایران همه قدشون رو بلند کردن گفتن اه ما هستیم، ما افرادی هستیم که این مملکت مال ماست، شما بی خود اومدی اینجا. بعد برای اینکه سرکوبشون کنن صدام رو تیرش کردن، صدام هم اومد، بعد که دیدن صدام داره شکست میخوره اونایی که در داخل داشتن بهشون آقا از همین جزیره مجنون که آقای میناسیان برای ما فرستادن که رفته بودیم بغل اتوبان بصره، اتوبانی که به بصره تموم میشد، حالا چند کیلومتر اونورتر بود من نمیدونم، دستور اومد که بشینید عقب، همه برید جبهه رو خالی کنید، بیایید بیرون، بیایید بیرون. حالا اینو به کی بگیم؟ این دردمون رو به چی بگیم؟ همین کاراست که اینجا داره اینجا میشه. بله گفته آقا معاویه اون موقع به حضرت امام حسن قول داد که ببین بذار من حالا خلیفه بشم بعد شما بیا، بعد ایشون رو زهر داد، ایشون شهید شد، بعد رفتن دنبال امام حسین، امام حسین هم قبول نکرد و اون صحنه کربلا و اون روز عاشورا انجام شد که تا حالا زنده است و ما یه دفعه از دهنمون در رفت گفتیم تمام این صحبت هایی که داره میشه حالا این عرب های عربستان و شیعه های اون منطقه امکان داره یک تکراری باشه از اون صحنه کربلا در روز عاشورا، امکان داره یک همچین تکراری باشه که، ولی این دفعه حضرت حسین تنها نیست، حضرت حسین شیعانی داره که حاضرن جان و مال و همه چیزشون رو فدا بکنن و تعدادشون 72 نفر نیست. اینجا هستش که ما امیدواریم این برخوردها به اون شدت نرسه، ولی اگر بخواد برسه دیگه مثل اون اسبیه که از استبل اومد بیرون، به هیچ وجه نمیتونید دیگه برش کردونید اینو. و به مجردی که این اولی تق اینجا شد، تق اونجا شد، دیگه معلوم نیست آخرش چی خواهد بود و چه تعدادی از مردم اون منطقه کشته خواهند شد. بله این شخص هم در چیز لبنان هم این پیامه این بوده که شما هم همه اونهایی که در عربستان زیار باید، ما یه دفعه پرسیدیم که در عربستان مگه چند نفر زندگی میکنن که این عده اینطوری دارن تحت فشار هستن. و به هر حال ما هفته آینده میشالا قسمت بشه خدمتتون میرسیم. ما رو ببخشید که صحبت همون اینطوری شد و از حضور شما تشکر میکنم، از اونهایی که با ما تماس میگیرید تشکر میکنم، از اطلاعاتی که به ما میدید و به ما اطلاع بدید در عربستان چند نفر زنیم عرب، عرب عربستانی، یعنی اونهایی که شهروند هستن، نه اونهایی که تبعیت عربستان رو دارن چند نفرن. انشالله خیر باشه تا هفته آینده. تشکر میکنم از حضور شما، مرحمت علیزیا.
میهنه.